سلام دوستان خب با دوره نوشتار علمی با استفاده از نرم افزار مایکروسافت در خدمتتون هستیم ده این، تو این دوره ما می‌خوایم دو تا مبحث رو دو تا موضوع رو با هم دیگه کار بکنیم یکی اینکه چطور یک نگارش علمی داشته باشیم چطور متون علمی خودمون از قبیل مقاله، پایان نامه، کتاب، پرسشنامه نامه، پروپوزال و غیره رو بتونیم بنویسیم و اینکه چطور اونها رو در نرم افزار مایکروسافت ورد بنویسیم مایکروسافت ورد یک نرم بسیار ساده هستش که امروزه اکثرا از اون استفاده میکنن اما یه سری نکات داره که خیلی اون نکات رو بهش توجه نمیکنن که ما میخوایم اون نکات رو بهتون بگیم که خیلی کمکتون میکنه که اون متن و سندی که میخواین تهیه بکنین حالا دیگه یک تحقیق باشه یک مقاله باشه یک پایان نامه هر چیزی که هستش رو بتونیم به راحتی تهیه کنیم خب تو این دوره ما ده تا درس رو داریم با هم دیگه توی درس اول من مقدمی بر نگارش علمی رو میگم که کلا نگارش علمی یعنی, یعنی چی مقاله یعنی چی پایان نامه یعنی چی و غیره و صحیح نوشتن در ماکروسافت ورد که جزء مقدمات هستونم یعنی اکثرا میدونن که توی ماکروسافت ورد چطور بنویسن یه مقدار در مورد این که صحیح تر بتونم بنویسن صحبت میکنیم و بعد وارد ساختار مقاله میشیم و تعریف میکنیم که ساختار مقالات به چه شکل هستش و چطور میتونیم از امکانات ورد استفاده کنیم که اون ساختار رو تعبیه کنیم بعد از اون در مورد ساختار پایان نامه صحبت میکنیم و میگیم که یک پایان نامه ساختارش چطور باید باشه و چطور اون رو بنویسیم که اون توی ماکروسافت ورد باز تعریف میکنیم و بعد نحوه نوشتن یک کتاب و ساختار کتاب رو با هم دیگه بحث میکنیم و این موارد رو به صورت کلی در اون کتاب تشریح میکنیم و اینکه یه سری موارد کلی اینکه چطور میتونیم یک فرم رو در بیاریم مثل فرم پروپوزال و اینکه چطور میتونیم از امکان ایمیلینگ مایکروسافت ورد استفاده کنیم تمپلیت هایی در بیاریم و فقط یک سری جای خالی تغییر بکنه و به راحتی بتونیم اون ایمیل بکنیم و ریویو کردن و بازنگری توی مایکروسافت ورد چطور هستش من امکانات ذخیره سازی وقتی که این موارد رو با هم دیگه یاد بگیریم دیگه میتونیم به راحتی یک کتابی رو نگارش کنیم یا پایان ناممون رو بنویسیم سندی رو یک سازمانی تهیه کنیم اما این موارد موارد ضروری هستن که باید در نظر گرفته بشن و حداقل چیزهایی هستش که توی ماکروسافت ورد باید بدونیم خب امیدوارم که این دوره براتون مفید واقع بشه و بتونین استفاده لازم رو بکنین ممنون از شما